در این شماره از بسته اخبار بین الملل ایسنا خبرهایی از واکنش آمریکا به فایل صوتی منتشر شده از ظریف، آغاز تنش در روابط ترکیه و آمریکا، افزایش بی سابقه بودجه نظامی کشورها با وجود همه‌گیری کرونا و چند خبر دیگر را مرور می‌کنیم. آخرین اخبار کووید 19 در جهان. تا بعد از ظهر دوشنبه ششم اردیبهشت ماه شمار مبتلایان کووید 19 در جهان به 148,550,000 نفر و تعداد قربانیان به 3,136,000 نفر رسید. تا کنون حدود 126,250,000 نفر از کرونا بهبود یافتند. شمار مبتلایان و فوتی‌های روزانه آمریکا به لطف واکسیناسیون گسترده علیه کووید 19 روندی کاهشی را تجربه می‌کند. در حالی که کاخ سفید اعلام کرده 60 میلیون دوز واکسن آسترازنکا را به کشورهای دیگر اختصاص خواهد داد، اتحادیه اروپا به دلیل عدم پایبندی شرکت داروسازی آسترازنکا به تعهداتش در تامین واکسن کرونا از این شرکت شکایت کرده است. اما در سوی دیگر جهان، هند همچنان در آتش کرونا می‌سوزد. میانگین فوتی‌های روزانه این کشور در 3 روز اخیر حدود 2800 نفر اعلام شده و تعداد مبتلایان روزانه نیز همچنان بیش از 300,000 نفر گزارش می‌شود. واکنش آمریکا به فایل صوتی منتشر شده از ظریف. سخنگوی وزارت خارجه آمریکا در واکنش به انتشار فایل صوتی وزیر امور خارجه ایران ضمن اجتناب از اظهار نظر مستقیم درباره آن اعلام کرد: ما تنها بر یک هدف تمرکز داریم و آن دستیابی به توافق است. توافقی که از دستیابی ایران به سلاح هسته‌ای جلوگیری می‌کند. نت پرایس در واکنش به صحبت‌های مطرح شده درباره روسیه از سوی ظریف هم گفت: می‌گذارم روسی‌ها خودشان از جانب خودشان حرف بزنند. فقط اضافه می‌کنم که ایران هسته‌ای به نفع مسکو نیست. جان کری وزیر خارجه سابق آمریکا نیز اظهارات ظریف درباره او را در این فایل صوتی تکذیب کرد. ظریف گفته جان کری او را در جریان حملات هوایی اسرائیل به منافع جمهوری اسلامی در سوریه قرار داده بود. با این وجود شماری از نمایندگان و سناتورهای جمهوری‌خواه آمریکا خواستار کناره‌گیری جان کری از دولت بایدن شدند. آنها ابراز چنین موضوعی از سوی جان کری به ظریف را خلاف منافع اسرائیل به عنوان متحد اصلی آمریکا در منطقه دانستند. به تازگی یک فایل صوتی از مصاحبه محمد جواد ظریف منتشر شده که در آن صحبت‌هایی در مورد نقش سپاه پاسداران در سیاست خارجی ایران و تلاش روسیه برای کارشکنی در مذاکرات هسته‌ای دولت اوباما مطرح شده است. تنش تازه در روابط ترکیه و آمریکا. رئیس جمهور ترکیه از همتای آمریکایی خود خواسته تصمیمش برای به رسمیت شناختن کشتار ارامنه به عنوان نسل کشی را فوراً لغو کند. رجب طیب اردوغان روز شنبه همزمان با 106مین سالگرد کشتار ارامنه توسط امپراتوری عثمانی در سال 1915 این واقعه را به عنوان نسل کشی به رسمیت شناخت. تصمیمی که باعث افزایش تنش‌ها در روابط آمریکا و ترکیه شده است. اردوغان اظهارات بایدن را بی اساس، غیر منصفانه و نادرست خواند و گفت این تصمیم زخم عمیقی را در روابط دو کشور ایجاد کرده است. واکنش انگلیس به محکومیت نازنین زاغری در دادگاه انقلاب. بوریس جانسون نخست وزیر انگلستان در واکنش به حکم زندان یک ساله نازنین زاغری در ایران در پیامی توییتری این حکم را بیرحمانه، غیر انسانی و کاملا ناموجه توصیف کرده و گفته دولتش برای بازگرداندن زاغری به خانه هر کاری را که بتواند انجام می‌دهد. نازنین زاغری شهروند دو تابعیتی بریتانیایی ایرانی در رأی مربوط به پرونده دوم خود به اتهام فعالیت تبلیغی علیه نظام از طریق شرکت در تجمع مقابل سفارت ایران در لندن در سال 88 و مصاحبه با شبکه بی بی سی فارسی به یک سال حبس تعزیری و یک سال منع خروج از کشور محکوم شده است. افزایش بی سابقه بودجه نظامی کشورها با وجود همه‌گیری کرونا. طبق اعلام انستیتوی بین‌المللی پژوهش‌های صلح استکهلم، کشورهای جهان در سال 2020 به رغم همه‌گیری کرونا و بحران اقتصادی در مجموع بودجه‌ای معادل 1981 میلیارد دلار صرف خرید تسلیحات نظامی کردند. اختصاص چنین بودجه‌ای برای تجهیز نظامی کشورهای جهان در طول یک سال امری بی سابقه بوده است. آمریکا با اختصاص 778 میلیارد دلار بیشترین بودجه نظامی را در سال 2020 داشته است. چین، هند، روسیه، بریتانیا و عربستان نیز در رده‌های دوم تا ششم این رتبه بندی قرار دارند. گزارش‌هایی درباره مصرف کوکائین توسط بن سلمان. ویکی‌لیکس سعودی به نقل از منابع آگاه فاش کرد محمد بن سلمان ولیعهد سعودی به کوکائین اعتیاد دارد. حساب کاربری العهد و جدید به نقل از این سایت نوشت این ماده مخدر به طور قابل توجهی بر رفتارهای بن سلمان تأثیر گذاشته، به طوری که مردم گریز شده و قبل از مصرف کوکائین در هیچ دیداری حاضر نمی‌شود.
تظاهرات دوباره در عراق پس از حادثه بیمارستان ابن الخطیب. شهروندان عراقی بار دیگر در اعتراض به وخامت اوضاع معیشتی و خدماتی در چند استان به خیابان‌ها آمدند و ضمن جنایت خواندن حادثه بیمارستان ابن الخطیب خواستار برکناری مقامات دولت شدند. تظاهرات در بغداد پایتخت عراق هم دوشنبه شب از سر گرفته شد و معترضان خواهان برکناری دولت مصطفی الکاظمی به خاطر حادثه بیمارستان ابن الخطیب شدند. آتش سوزی و انفجار اخیر بیمارستان ابن الخطیب بغداد 82 کشته و 110 زخمی بر جای گذاشت.